نقاشی شماخر داوینچی محور اصلی فیلم کد داوینچیه که چند سال پیش اومد بیرون و کلی سر و صدا ایجاد کرد. تو این فیلم ادعا کرده بودن که شخص کنار مسیح تو نقاشی شماخر داوینچی همون مریم مجدلیه است، کسی که مسیح اونو شفا داده بود و اونو به عنوان جام مقدس معرفی کرده بودن. کلیسا ادعا میکنه که اون شخص یوحنا که به زبان انگلیسی بهش میگن جان، همون شاگرد مسیحه که انجیل چهارم رو نوشته. ماریو تودای مخترع شهر میلان و کسی که روی تاریخ رنسانس کار میکنه و نقاشی‌ها و کارهای هنری اون دوره رو بررسی میکنه، ادعای این فیلم رو رد کرده. ماریو تودای میگه که نقاشی داوینچی فقط یک نسخه از اون داستان شام آخر مسیح بوده، فقط یک نسخه بوده و تنها نقاشی شام آخر نبوده، بلکه قبل از این نقاشی صدها بار داستان شام آخر به صورت نقاشی در اومده و نقاشای دیگه این نقاشی رو به تصویر کشیدن و تمام اون نقاشی ها یک سری قوانین خاصی رو رعایت میکنن و تو همه اون نقاشی ها یک سری نکات خاصی وجود داره و لئوناردو داوینچی هم نمیتونسته کاری بکنه که خلاف اون نقاشی ها باشه و یا از قواعد کلی اون نقاشی ها تبعیت نکنه. مثلا تو همه این نقاشی ها اون کاراکترها و شخصیت هایی که به عنوان شاگردان مسیح هستن یه ویژگی‌های خاص ظاهری و رفتاری دارن، یعنی نحوه قرار گرفتن دستاشون و صورتشون و ویژگی‌های مثلا صورتشون، حالا پیری، جوانی یا چیزای دیگه، تو همه اون نقاشی‌ها یه جورای تکرار شده و داوینچی هم باید همین کارو می‌کرده و از قوانین اون نقاشی‌ها تبعیت می‌کرده. به طور مثال تو همه این نقاشی‌ها پیتر توی دستش یه چاقو داره و یهودا که کسی بود که مسیح رو به سربازای یونانی فروخت، دستش یه پاکت از پول داره، یه کیسه پول دستش هست که اون نشانه خیانت یهودا به مسیحه. و همچنین شخصی که کنار مسیح نشسته جوانترین شاگرد مسیح یا همون یوحنا است که یه پسر جوان بود که صورتش ریش نداشت و به قول خودمون میشه گفت که صورتش کوسه بود و به خاطر همینم این صورت جوانی که داشت میتونست شبیه زنها باشه. اگه یه نفر سوال بپرسه که اون شخصی که کنار مسیح توی نقاشی نشسته یوحناست یا مریم مجدلیه، این میتونه یه سوال باشه، ولی سوال احمقانه‌ایه، چون بر اساس تمام اون نقاشی قبلی که کشیده شده اون فرد باید یوحنا باشه و یعنی نقاشی با تمام اون قوانینی که بقیه نقاشی داشتن متفاوته. و یه نکته دیگه هم هست، اینی که یاران مسیح توی تمام انجیل ها 12 تا هن و اگه مثلا لئوناردو داوینچی میومد اونا رو 11 تا به علاوه یک زن نقاشی میکرد، یه جورایی میشه گفت که اون چیزی که تو کتاب انجیل یا کتاب های مقدس نوشته رو رعایت نکرد. داوینچی تمام اون نقاشی های قبلی رو دیده و بر اساس اونا نقاشی خودش رو کپی کرده و نمیتونسته چیز دیگه ای نقاشی کنه. همچنین فیلم کد داوینچی ادعا کرده که توی نقاشی شام آخر داوینچی یک حرف وی یا ام وجود داره و خب نکته ای که وجود داره این که این وی حالا میتونه نماد خیلی کلمه ها باشه، ولی اونا ادعا کردن که این نماد ومب یا همون رحم زنان است، یا مثلا ام نماد مرج یا مریم مجدلی است، ولی خب میتونه نماد خیلی چیزهای دیگه هم باشه. و نکته دیگه ای که وجود داره اینه که شما به هر نقاشی به خوبی نگاه کنید و با دقت بررسیش کنید، میتونید یه حرف انگلیسی یا یه حرف الفبا توی اون پیدا کنید و این هیچ نکته، هیچ سندی نیست برای اینکه مثلا بگیم داوینچی همچین فکری پشت ذهنش بوده. رازی که داوینچی توی نقاشی شام آخر سعی کرده بگه بیشتر اون غذاهایی که روی میزه که غذاهای گیاهی بودن و ما در مورد اون یه ویدیو دیگه ضبط کردیم و توی بالا من لینکش رو براتون میذارم و زیر ویدیو هم توی دیسکریپشن اون ویدیو رو لینکش رو میذارم، اگه دوست داشتین میتونین اونو برین ببینین. و همچنین توی نقاشی‌های قبلی شام آخر یک حاله نور یا یک قوس نور دور سر این افراد یا یاران مسیح کشیده شده، ولی داوینچی این رو صرف نظر کرده و توی نقاشیش نیاورده و این میتونه
پیامی باشه به این صورت که داوینچی میخواسته بگه که این افراد یه سری افراد عادی هستن و مثل ما هستن و ما نباید یاران مسیح رو تبدیل به مقدس کنیم و تبدیلشون کنیم به افرادی که با انسان‌ها متفاوتن. و این میتونه یکی از رازهای مثلا نقاشی داوینچی باشه. و غیر اون صورت هم اون غذایی که روی میز هست نکته خیلی مهمتریه. برای اینکه این موضوع رو بیشتر متوجه بشین، من یه نقاشی دیگر رو میخوام بهتون نشون بدم که توی اون نقاشی غیر از اون نقاشی ظاهری که ما ببینیم، صورت یک فردی به صورت محو شده توی نقاشی دیده میشه. و این نقاشی رو توی آزمایشگاه با تصاویر X-ray و مادون قرمز بررسی کردن و فهمیدن که اون نقاشی که این نقاشی رو کشیده، چون خیلی فقیر بوده، یه نقاشی دیگه هم روی این قبلا کشیده بوده روی این تابلو و بعد تصمیم گرفته که اون نقاشی رو پاک کنه و روش یه نقاشی دیگه بکشه و به خاطر همونم اثر اون نقاشی قبلی توی نقاشی دیده میشه. و حالا ممکنه افرادی بیان از این قضیه یک مثلا ویدیو بسازن، بگن که این یک راز رمزه و این نقاش خواسته به ما یه چیزی بگه، ولی در صورتی که حقیقت اینه که این فقط یه اتفاق تصادفی بوده. ازتون تشکر میکنم که این ویدیو رو تا اینجا با من همراه بودین. من توی این شبکه فیلم‌های سینمایی رو نقد می‌کنم و مسائل دینی و سیاسی رو بهشون می‌پردازم. همچنین درباره تابلو لئوناردو داوینچی چند تا ویدیو دیگه هم درست کردم که آخر ویدیو براتون دو تا از اونا رو می‌ذارم. اگه از این سبک محتوا خوشتون اومده، می‌تونین از اینجا شبکه منو سابسکرایب کنین و ویدیوهایی که من آپلود می‌کنم در لحظه دریافت کنین. خیلی ممنون. خدا نگهدار.